سلام امیدوارم که خوب باشید من آرام همینجا اینجا کوکتل تیوی و امروز با قسمت 20 بی برنامه بیپرده بی در خدمتتون هستیم و مصاحبه رو داشتیم با سیناب عزیز در رابطه با کارهای آیندهش آلبوم پرواز و همچنین هواشی که این چند وقت اخیر داشته حتما تا انتها مصاحبه رو ببینید که مصاحبه جالبی شده فقط یه نکته اشاره کنم که این مصاحبه دو ماه پیش ضبط شده و الان شما شاهد اون هستین صحبت دیگه ای اگه جدید هستین حتما کانال رو سابسکرایب کنید که ما بزرگی از ماست و اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی که باعث پیشرفت ما باشه صحبت دیگه باقی نمیمونه میریم که با هم مصاحبه رو داشته باشیم سلام میکنم خدمت سیناب عزیز چطوری آقا خوبی چه خبر سلام خدمت خودت و بیننده های عزیز کوکتل تیوی دوباره اینجا این در خدمتتون خب یه توضیح اولش من بدم همونطور که میدونید بی پرده یک سری مصاحبه با آرتیست است که افتخار میدن و میان و خب تو قسمت های اولی که باشون انجام میشه یکم بیشتر باشون آشنا میشیم از سلاقهشون و تاپ 5 بشون از این داستان ها بعدش قسمت هایی که باشون میگیریم نسبت به اتفاقاتی که قرار در آینده بیفته یا هواشی که بوده و این حرفا سینا هم اینجاست واسه به یه سری هایی که بوده و صحبتایی که هست اینم بگم دیرترین مصاحبه فکر کنم تاریخ ایران رو داریم میگیریم الان ساعت 3 و 52 دقیقه صبح و سینا به نظرت با چی شروع کنیم؟ با هاشیه شروع کنیم؟ با خبره شروع کنیم؟ صورت ها بشششه با اینکه شیش صبح ایرانه چشا <تص> بازه دیگه تایم ماها که مثلا موزیسیان یا کار موزیک میکنیم فرق میکنه دیگه یکم از کجا شروع کنی؟ من رو اینجا ساعت حساب نمیدونی از کجا شروع کنی ببین دونستنش که اول دیگه تازه از آلبوم پرواز در اومدیم هنوز در نیومده چند تا آلبوم دیگه تو دستمونه اصلا خیلی سنگینه خیلی پرکار بودید واقعا خیلی پرکار بودید پرواز هم که اسم کنم خیلی خوب استقبال شده هاشیه به اندازه داشت و کلی چیز دیگه هم داشت یه سری هواشی عجیب غریب ایجاد کرد ولی خب خسته نباشید و بعدش اینکه الان چند تا یه پروژه خودت داری آلبوم خودتی که میدونم چند تا آرتیست دیگه هم توش هستن بعد از اون آلبوم رضایی که داره مثل اینکه سارت میخوره ته حالا صحبتهایی که کرده بود یه تکاهنگ هم خودتون دادین با اوج کلا پرکار بودید نمیتون گرم ولی خب آقا بریم سر وقت هواشیا اول ها. <applause> حالا آلبوم ما رو گفتی از آلبوم ها شروع کن از این آلبوم ما رو نکن تو این دو. برو بریم برای آلبوم ها خودت... من امروز زنبال هواشی نیستم آرام اومدم اینجا در کمال صلح بگیم ما هم بخندیم برو بریم آره از راتست... چی شروع کنم؟ شما بپرس من شروع میکنم برو بریم راجعه آلبوم خودت بگو که که برای پیش فروش گذاشته شده تا اونجا که میدونم و کی پخش میشه داستانش چجوری کیا هستن اگه دوست داری لو بدی کسی ها. ببین که فقط پیش فروشش رو شروع کردم که بدونم مخاطبا داره میاد دیگه یعنی آلبوم رو استارت زدم پیش فروشش رو تایم دقیقش رو همینجا میگم خیلی دلی دوست داشتم بگم اه... 19 مرداد تولدم امسال آلبوم خاص پخش میشه و اینکه تا حالا خبر نده بودم جایی ولی تیزراش و حرکت های بیشتر ازش منتشر میشه منتظر باشید ممکنه که یه ویدیو کلیپ قبلش بدم شاید بعد آلبوم بدم ویدیو رو ولی ترک ها تمومه آره یه سری آرتیست جدید هستن که معرفی نشدن ما همون آرتیست هم یه حرکت های دوره زدیم <تصفح> حالا ولی ترجمه میدم سپرایز بمونه تا ترک لیست و تیزر و اینا بیاد یکم یک مخاطبا در جریان باشن آره ولی فکر میکنم که بعد این همه سال که من حالا از بعد آلبوم آدرنالین ولی یک استار زدم آلبوم خاص و تونستم به یه مجموعه فاینالی برسم حتی یادت باشه و مخاطبینت هم که یادشون قطعا توی مصاحبه قبلی قرار بود آلبوم رو زودتر بدم ولی باز به این مراحل خوردم که آقا میتونه تر باشه میتونه همکاری های بهتری داشته باشه و آهنگ های بهتری هم دوره حتی ساختم و خوشحالم که به اینجا موکوز شد بخش آلبوم این از آلبوم خاص ایوال منتظریم فقط یه چیزی اینم نمیگی چند تا ترک داره و حدودی چند تا آرتیست توشن ببین حدودی همون موقع هم گفته بودم هلوهوش 12 تا ترک چون ممکنه هنوز اضافه او کم بشه با اینکه ترک آماده است خب اخو موقع هم همینا گفتم شاید یکی دو تا ترک تموم شده ام. واسه همین دوره پرسیدم چند تا ترک و چند تا رو هست کردم چند تا ترک اضافه کردم خب ممکنه یکی دو تا اضافه کم شه ولی 12 تا چیزی که خودم مد نظر دارم ترک های آلبوم تعدادش باشه اوکی okay. هوشی چند تا آرتیست پیشن 10 تا هستم هستم آره okay. آره سعی کردم ببین یه حرکت متفاوت بزنم دیگه قبلا رو جوی صحبت کردیم من یه کرکتری هم که حالا نمیتونم خودم رو به یک تو مارکت آمریکا شه با بگم بگم مثلا من خیلی شبیه اونم ولی از این آرتیست هم که خیلی با همکاری های زیاد مثلا با حاله میدونی چی میگم شاید آرتیست تک مثلا ترک هایی که تک خودم هم کمتر به دلم بشینه تا اینکه با کسای دیگه همکاری کردم اینو خودم اینجوری احساس کردم فکر کنم مخاطبم هم فیدبکشون همین بوده ولی بریم تو کارش ببینیم چی میشه دارم که همه لذت دارم آره تو م... الان گفتی دوست دارم خودمو کسی شبیه کنم ولی تو مسابقه قبلی به خودت گفتی پافتدی. شبیه <applause> <آه>، اون <applause> که اون از نظر این بود که اینو منو بردی تو کجا اینو باید جلوتر میگفتی یعنی اون از نظر این بود که هم رپرم هم منیجرم میدونه چی میگم مثلا می به خاطر این بود آره الان این حرفو زدم چون مثلا میخواستم چه میدونم پست رو بگم دیدم خب مثلا پست خیلی سبکشی شکل باز من هم رپ میخونم هم آر ام میخونم و نمیشه خیلی مثلا شباهت این شکلی داد ولی هر کسی خودشه من نمیتونم بگم من شبیه اینم من شبیه اونم ولی اگر هم مثال زدم دفعه قبل که پافتدی اینو ببینید من هیچ وقت نه مثلا پول میلیون دلاری پافتدی رو داشتم نه اصلا تو اون موقعیت بودم نه من یه نیو پافتدی پافتدی هم که خاطر علاقم به نوتوریوس بی آی جی و در واقع همین پی دی دی این حرفو زدم امیدوارم که مردم حال کنن با همه ای کرکتری که ساختن حالا منظورم اینه که من حتما اونم آره آره ولی اینجا یه حرف قشنگ زدی آدم باید خودش باشه و هر کسی خودشی من آره. این تو استعدادهای نسل جدید میاید یکی دیگه میشید بابا اون هست بهترینو داره ایجاد میکنه تو هم برو خودت بشو چیکار به اون داری نمی... نمی... میدونی داغ دلم اونجا تازه <applause> خب آقا یه آلبوم دیگه هم دارید اونم آدرنالین دو خبرشو داده بودیم ولی زیاد دیگه خبری ازش نشد اون چیه داستانش ببین چون درگیر پرواز شدیم قرار بود زودتر روش خیلی ما رو بدیم ولی چون خیلی آلبوم زیاده یه ذره برنامه ها متفاوت شد اینو بگم که قبل از اینکه حالا راجب به آدرنالین صحبت کنم پروژه خاکستر روشن بگم چون آلبوم خاکستر روشن اولین پروژه‌ای که پخش میشه یعنی قبل خاص حتی این آلبوم پخش میشه قبل تر جایی صحبت زیاد کردم خیلی تلنت های جدید از بچه های نسل چهاری که خوب جواب گرفتن حتی خودتون به کاراشو مثلا پرداختی چه تو اخبارا چه تو ها حضور دارن ما سلکشن کردیم و هیچ هزینه ای هم ازشون دریافت نشده برای در حضور تو آلبوم به همراه آرتیست های دیگه مثل پیشرو مثل اوج مثل خودم این یه آلبومی رو تشکیل دادیم که بشه زمینی باشه که بچه های جدید خودشون نشون بدن یه آلبوم به زودی میاد خیلی از هوادارا منتظر بودن سوال پرسیده بودن بدونید این قضیه رو ولی آلبوم آجانالین بعد آلبوم خاص پخش میشه دلیلش هم این بود که چون که خب بعد 5 سال این آلبوم وال دومش داره استارت میشه خیلی ایده پردازی رو جدید کردیم فقط پیشرو رو معرفی رو انجام دادیم که بدونن این آلبوم داره استارت میخوره حالا ممکنه که همین روزا ویدیو معرفی دوم بیاد ممکنه هم هست نیاد ولی میخوام بهت بگم که اگه فاصله ای هم بین این ویدیوهای معرفیه جهت همون های کردن این آلبوم رو رسیدن بهشه ولی خب پروژه عظیمیه چون میگم ول دوم این آلبومه و خیلی دوست دارم که به نحو احسن انجام بشه توی این آلبوم توی منیجمنتش با من محمد سباقی عزیز همکاری داشتیم که حالا خبرش اعلام شده که آرتیست دوم حسینه حسین هم توی این آلبوم حضور داره و این از آلبوم ها جنالی. اوکی الان یه تاریخ گفتی گفتی اواخر تابستون این حدودی بود یا نه 100 درصد تا اون موقع میاد نه نمیتونم بگم 100 درصد تا اون اوکی. موقع میاد میگم چون به این ترکا داره تازه به جریان میفته دیگه یعنی من نمیتونم بگم الان اینجوری مثلا آلبوم خاکستر دستمونه میدونم که قرار پخش بشه آلبوم خاص الان فاینال پکیج هستم میدونم که قراره که پخش بشه من نمیتونم بگم که الان آدرنالین آره یعنی تو سری ترین حالت آخر تابستونه تا دیگه خدا میدونه که میدونه آره اوکی نه خدا سریع میدیمش نگران نباشید اونو آره اون چون آدرنالین یکیشم هم بحال بود و فیت های خوبی هستن مخصوصا چون توی کلاب هاوس هم که بودید با محمد سباقی و خود حسین و رضا صحبت های فیت هم بود که دیگه اصلا اگه تو آلبوم باشی که دیگه خیلی هم یه دیگه باید منتظر باشن همه خبرها رو به مرور ببینن دیگه این الان اینجا هیچ قولی نمیدم نمیتونم بگم که مثلا تو آلبوم فیتی هست یا نه اینا از من نگید الان من چیز تایید و تکذیب کردم الان فعلا بدونید که آره ما خیلی اوکی و فن هم همیشه رو پیج من هستن هی درخواست دارم مثل فن های رضا و بدونید که من خودم قلبا دوست دارم که اتفاق بیفته محمد هم, هم, هم خود بچه‌ها هم همینطور کلا رپ هم فارسی خلی این خلی همکاری رو خیلی دوست داره و هر وقت هم بوده قطعه دیگه و دوست دارن همه بشنم خب آقا آلبوم پرواز یه تیکه ایسی کوچولو من میخوام راجبش بگم و اونم اینه که رضا یکم از چیز ناراحت بود از استقبالا به نظر میومد و یه حال توی تلگرام هم یه صحبتی رو کرد این چه خب چجوری بود اصلا چرا رضا این افتاد ناراحت بود یا نه واقعا یعنی حد انتظارش نبود اون داستان یا خیلی پایین بود که اونو نوشت و نوشت ناراضی هم و حتی اعلام کرد که بعد از این پروژه خدافزی میکنم جریان از این قرار بود که خب اولا که آرتیست ها واقعا طی انجام اون پروژهی که توشن تحت فشارن خب دوباره اینکه واقعا این اولا این چیزی که داری میگی دوما من یعنی توی عواست فروش آلبوم منتشر شد این پیغامی که رضا تو تلگرام داد ولی همین که ما داشتیم به فروش نزدیکتر می شدیم همینطور استقبال مردم هم بیشتر شد مخصوص اون ده روز آخر خیلی خیلی استقبال بیشتر شد از موقعی هم که اعلام کردیم داره میاد ترک لیست رو دادیم یعنی می دیگم که شاید الان حتی تو همون گروه که حالا اشاره کردی با حسین هم بودیم بحث شد که اتفاق آخر اون در واقع نمایش و اون شوی که از پیش فروش داشتیم خیلی همه چی بهتر شد واقعا نه به خاطر اون پیغام یعنی حتی اون پیغام رو که وقتی ما رفتیم بالا تاثیر آنچنان نه از شور روند خرید مردم اون تا فکر کنم رضا فکر میکرد که به همین روند میمونه یعنی آخه ببین یه داستانی تو... که هست اینکه اون اواخر فروش بره بالا خیلی فکر میکنم منطقیه چون ما خیلی آلبومایی رو که داشتیم 12 ماه حتی 13 ماه پیش فروش بوده و خب همه میذارن اون موقعی که داشت میومد بخرن کد پیگیری و گم نکنن و هزار تا داستان دیگه دیگه اون منطقی اون موقع آره الان الان این شکلی شده به دلیل اینکه اعتماد کاربران از دست رفته که کی آلبوم میاد حالا آلبوم پرواز زیاد تو پیش فروش نبود یعنی تیزرش توی جنوری اومد خود آلبوم هم مارچ پخش شد یعنی فکر نمیکنم خیلی فاصله زمانی زیادی داشته هم ولی میدونم آلبوم های زیادی بودن که حد فاصله پخششون از پیش فروششون خیلی زیاد بوده ببین من در کل میگم می که الان حرف ها ببندم فکر نمی کنم الان چرا نسبت به ارقامی که باید فروش باشه درصد نه تنها رضا رضا پیش رو بلکه همه آرتیستان ها ناراضی ولی خب طبعا به دلیل اینکه هر روز داره استقبال مردم بیشتر میشه به تعداد خریدارا و این خانواده ای که دارن متحد به این فرنگ کمک میکنن بیشتر میشه این رضایت داره و خستگی آدم رو از آدم در میاره میگه بابا ای بابا اصلا این تعداد خریدن حالا بماند که ما آلبوم پخش کردیم واقعا خیلی همه کمک کردن تو استریم شدنش خیلی باید استریم ها هم بیشتر از این باشه ولی من میدیدم که مردم دارن تلاش میکنن هی تگ میکنن میگن رو یوتیوب گوش کنید رو اسپاریفای گوش کنید و اینا جای خوشحالی داره واقعا من و از همینجا از همه مردم تشکر میکنم چون دارن سعی میکنن یه جریانی رو را بندازن رسانه ها کمک کردن خود بچه های ریاکتور همه کمک کردن برنامه سازا آرتیست هم که دیدیم این اواخر یه اتحادی درست کردن راجع به این داستان من فکر می کنم این جریان داره بهتر میشه و درست مثل, مثل مثلا یه شروعیه تازه یعنی تازه دروازه ای این در و استریم و اینا داره باز میشه 100 درصد از همون باید... مصاحبه اولمون ببخشید وسط حرفت از همون مصاحبه اولمون تو الان خیلی بیشتر شده تعداد پلی یا با دقیقا. که دادن تازه با این مشکلاتی که باز پیش اومد ولی خب رفت بالا و مطمئنا بالاتر هم خواهد رفت خواهد رفت همین دیگه آره این در مورد پرواز پروازو فیدبکش آقا پرواز پروژه بزرگی بود هم هواشی زیاد داشت یعنی هواشی که یه هواشی داستان به حال توش بود ولی خب دوست دارم بدونم فیدبکش چجوری بود اونجوری که دیدی به نظر چجوری بود مردم راضی بودن دوست داشتن فیدبکی مثبت میگرفتی یا چی اه خیلی خیلی به خاطر اینکه همکاری های زیادی داشت این آلبوم آهنگساز های متنوعی داشت خود پیش رو خیلی تو آهنگسازی ها نظارت کرده بود یعنی امکانات حالا خیلی کمه تیما واقعا کم هم برای پردازش یه کار جمعی بزرگ ولی اینکه واقعا پا به پای این داستان خود رضا هم اومد تا آخرین حتی تا آخرین روز هم ما داشتیم کار میکردیم رو پروژه حالا خیلی راجع به این جریان بیشتر توی داکیومنتریه پرواز میتونیم ما ببینیم که چه اتفاقی افتاد واقعا چون خیلی اذیت شدیم ما یعنی از نبود اون امکانات از نبود اون کانکشن های درست که مثلا در حال حاضر وقتی مثلا میگم امکان این هستش که شما میری توی استدیوی خودت کار میکنی اون پرسنلت زیر دستت هستن و بالا سرشونی خیلی فرق میکنه ما اینکه یه کسی رو از دور داری نظارت میکنی کارشو حالا هی اکسپورتو رو بگیر هی نظر بده درست بشه درست ولی واقعا در مجموع فکر میکنم از اون کیفیتی که ساخته شد با این امکانات من شخصا راضی بودم حالا اینکه فیدبک اصلی رو بعد از خود پیشرو سوال کرد که نظرش یا راجبش ولی در کل میگم من به عنوان کسی که تو این آلبوم خب چند جای چند تا پروژه آهنگسازی کردم توی آلبوم حضور داشتم و منیجر بودم توی این پروژه راضی بودم از فیدبک مردم از اون کیفیتی که پخش شد چون واقعا نهایت تلاش ما بود در اون زمانی که گذاشته بودیم برای این آلبوم الان گفتی از خود رضا باید بشنوی بهم خوام اذیتت کنم چون <تصفح> مخاطبا خیلی من اذیت میکنم میگن که آقا چرا رضا پیشرو رو, دعوت نمیکنی حالا نه فقط راجع به های خوب خوبی در حد رضا خیلی ها میگن که آقا به ما میگن چرا اینو دعوت نمیکنی من دارم بچه ها. یه گل یا یه گل بده رضا بده <laughs> میگم که اذیتش نکنید آرامو دعوت کرده به فرصتش پیش نیمده دیگه من الان نمیتونم به تو گل بدم یا هیچ چیزی ولی مطمئنم سر تایمش اتفاق میفته چون تو بالاخره رزومه خودتو داری میسازی و هر روزم بهتر خدا رو شکر قربونت دمت گرم لطف داری من یه پرانتز واکنم 50 درصد کار مصاحبه با منه و آرتیست شاید وقتشون نداره سر کارهای خودشه با اصلا دوست رو مصاحبه کنه و و و ولی خب همه فهم کنن تقصیر منه آرام دعوت نکردی <تص> بابا آرام تقصیر توه آرام بچه ها همه بریزید پیج کوکتل تیوی و ریپورت <تص> ببین بعضی ها میان هم فوش میدن میگن فلان فلان شده چرا اونو دعوت نکردی بابا تو از کجا میدونی <تص> بله <برمو> کن خلاصه <تص> 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 پس راضی بودی دست آره دیگه بعد عادت کردم این چیزام داره پس راضی بودی من که خودم آلبومو دوست داشتم واقعا و توی ریاکتش واقعا خیلی بهم چسبید و واقعا توی قربت با این کارایی که سیناپ میگه واقعا شما باید پروژه رو بفرستی بگیری طرف کلا اشتباه زده بعد بهش بگی داداش اینو اینجوری اصلا یه بعضی ولی باز دمتون گرم دمتون گرم ولی خب اینجا آره آقا, آره آقا من یه نقدی اینجا دارم از سمت مخاطبا به عنوان الان مدیر پرشن رپ حساب میشی سینا بیا یا من فاوندر پرشن رپ حساب میشم فاوندر میشه. پرشن یعنی در واقع بنیان این مجموعه هستم اوکی آه. یه ایرادی از پرشن رپ هست کلا تو یعنی کلا که نه کلند تو آلبوم فیزیکی این اتفاق تو ایران زیاد هست که آقا مخاطب میگه منم باشون با هم عقیده‌ام و اینو بگم میگه که آقا ما آلبومو خریدیم اه. و باید بخریم دیگه وظیفه شنوند است که آلبوم بخره درست. اما آلبوم یه هفته تا یک ماه بعد از زمانی که پخش عمومی شده حتی آلبوم میرسه دست ما فیزیکیش خب این چه فایده داره میدونی یعنی آقا الان جریان و قشر مراتون توضیح میدم اوکی. ببینید زمانی که چون ب... مربوط به یک آلبومی آلبوم پرواز نبوده این قضیه خیلی آلبوم ببینید زمانی که من به آرتیست اعلام کردم گفتم که خب این جریان فروش و ما تازه تو پلتفرم پرژن رب واقعا تو سال گذشته خیلی فعال دیدیم که از همه آرتیست هم اومده بودن توش حتی آلبوم رو گذاشته بودن و همینجا جا اعلام کنم این یه سایتی نیسته یه پلتفرم نیستش که توش جبه گیری به خاطر اینکه من مثلا فاوندرم وجود داشته باشه نه اینو همه بچه ها میدونن حتی اگه من مشکلی با کسی هم داشته باشم نه من یه سیستمی رو ران کردم پشتیبانی داره ده نفر کارمند داره داره کارش انجام میشه تصفیهاش میخوره و همه آرتیست ها از لحاظ کردیتی و اعتباری روی این سایت حساب باز کردن چون همه کارشون درست انجام شده موضوع اصلی این هستش که ببینید من به همه آرتیست اعلام کردم که شما باید 15 روز قبل حتما آلبوم رو به دست پرژن رپ برسونید که بتونه تولیدات آلبوم ها رو انجام بده چون اینجوری نیستش که مثلا من آلبوم رو بگیرم و مثلا فردا سیدی شاپ شده باشه بفرستم برای شمای خریدار متوجه ای؟ این مشکل نه تنها در مورد پرواز که آلبوم خودمون بود بلکه در مورد بقیه بچه هم آلبوم هاشون وجود داشت و حالا دلیلش هم میگم چرا و سر آلبوم خودمون میگم چون که اصلا مسئولیت منه که توضیح بدم در موردش ببینید از موقعی که ما ترک لیست رو گذاشتیم و تصمیم گرفتیم که یه پروموت ده روزه ای بشه تا موقعی که پخش آلبوم انجام بشه و ما ترک ها رو بفرستیم برای تولید خیلی همه مخاطبا درخواست کردن انرژی فرستادن واقعا کامنت ها دایرکت ها پر بود از اینکه آقا آلبوم رو پخش کنید صد درصد دو آرتیست این تاثیر میذاره و این حرف رو رضا هم خودش اعلام کرد به خاطر خود هوادارا بود که آلبوم و پیش رو پخش کرد و اگر که ما طبق برنامه ای که ترکلیست رو داده بودیم تا ده روز بعدش قرار بود آلبوم پخش بشه پکا سر وقت میرسید به دست مخاطبا مونتا ما شب پخش آلبوم بود که اصلا ترک ها رو آماده فاینال داشتیم و نمیتونستیم اصلا پک ها رو بخوایم زودتر برسونیم اگه میخواستیم اینجوری باشه به سودش فکر میکردیم سپ میکردیم هفت روز زودتر میدادیم به اسپاریفای که اول رو اسپاریفای بیاد بالا نه ما نه واقعا به هیچ کدوم از اینا فکر نکردیم خیلی از خود خریدارا درخواست کردن که آقا زودتر آلبوم بدید پس ما زودتر آلبوم دادیم ممکنه این اتفاق برای بقیه بچه هم افتاده باشه مثلا با اینکه باید 15 روز زودتر برای تولیدات میدادن آلبوم ها رو دیگه میخواستم شا... میخواستن پخش کنم و آلبوم پخش کردن هم به ب... اسم ما تموم شد یعنی به اسم مجموعه پرژن رفت تموم شد که مخاطبا همه دیدن که آقا دیر شد چرا دیر میفرستید اینا ولی این قضیه کاملا مربوط به این میشه که آرتیست کی به این پلتفرم کارا رو برسونه متوجه چی میگم و امیدوارم که بدونم مردم اینو از همین جا هم همه اون آرتیست هایی که با ما هم کار کردن خودشون به این نتیجه باشون رسیدیم که آره آقا ای و باید زودتر میدادیم که درست میشد ولی واقعا از دوازه ریسپانسیلیتی پرشان رب همیشه همه جوره خودش رو ثابت کنه چون تو هم تو مقوله پشتیبانی که جواب میدن به کار هم تو پک های تولیدی خیلی پیشرفت حاصل شده تعداد پرسنل رفته بالا یه روزی آلبوم اولی که ما میفروختیم واقعا پکای فیزیکیش کیفیت نداشت من اینو به جرئت میتونم اینجا بگم که امروز یکی از کیفیت دارترین ها رو ما تولید میکنیم و برای جبران حتی این مثلا میدونی اتفاقی که افتاده بود و پکه سریا ضعیف بود ما اومدیم به تمام کسایی که پک انگیزه و آلبوم اتصالی رو خریده بودن به هزینه خودمون دوباره پکیج تولید کردیم و به همهشون پکیجشون رو دادیم یعنی این قضیه بود که حالا جایی هم تا حالا نگفته بودم یه پستی گذاشته بودم فقط در موردش ولی صحبت نکرده بودم ما حتی از جیبمون اومدیم یه هزینه رو کردیم که بخوایم مخاطبا رو راضی کنیم که بگیم آقا چقدر شما مهمید و شاید باورت نشه من هیچ چشتاش مالی از این پروژه نداشتم چون خودم به عنوان یک آرتیست نیاز به یه همچین منبعی داشتم که توش مخاطبا جمع خرید بکنم بتونم آثارم برای فروش بذارم این پلتفرم هم الان هست مثبت 100 هزار نفر هم کاربر داره به زودی اپلیکیشنش میاد زبانی که اپلیکیشنش بیاد شما مثل آیتیونز وقتی که آرام آلبوم پرواز و اتصالی و همه این آلبوم ها رو خریده میره تو اپلیکیشن اونا دسترسیش شوسش بازه و بزرگتر از اینکه بخوایم به پک فیزیکال و رسیدن درجاش فکر بکنین به این فکر بکنید که تا یه عمر این هیستوری میمونه که من مخاطب در این روز این آلبوم خریدم و هر موقع بخوام میرم تو اون پلتفرم اینو گوش میدم به عنوان یک خریدار و این خیلی هدف بزرگتریه فکر میکنم زیاد نمیخوام دیگه برم تو دیتیله شاید هم مثلا یه بار برای همیشه توضیح بدم که من سعی کردم که بهترین خدمات ارائه بشه حالا اینکه عدم همکاری آرتیستا در یک سری یعنی منظورم نه در همه بخش و سا دمشون گرم همین که اصلا اومدن اعتماد کردن به این پلتفرم و اعتبارشون اووردن خیلی خودش عرضش من بوده حتی همینجا میتونم بگم که هزار تومن پول دخیل نبوده توی اعتمادی که این بچه ها کردن ولی واقعا یه سری عدم همکاری ها چه از سمت آرتیست چه از سمت مخاطب چه کمکاری که از سمت مجموعه ما شکل گرفته باعث این تداخل شده روز به روز بهتر شده الان باید اشتباهاتش و اشتباهات تیم رو بپذیره و مطمئنم که بیشتر و بیشتر به سمت جایی میریم که کاملا همه چی درست شده نمیتونستیم اما از صفر بگیم ما یه پلتفرم داریم من این میلیون دلار سرمایه دارم همه چی درست کار میکنه نه خودجوش مثل همه چی رپ فارسی پلتفرم شکل گرفت و ما نهایت تلاشمونو رو در موردش کردیم دقیقا یا هر چیزی شکل بگیره تو رپ فارسی اون رسمیت کامل رو نداره که بگی همه چی پولش به موقع میاد همه چی سر قوانینه و خب همیشه عقب جلو میشه دیگه ولی خب مخاطبا هم حق دارن دیگه چون به هر حال طرف زوق داره میخواد اونو بگیره دستش آهنگ اومده حفظ کرده مثلا هنوز نرسیده دستش و مثلا الان هنوز زاخار اصلی فرستاده نشده تا اونجا که من میدونم فرستاده شده نه نرسیده. فرستاده شده فقط توی نه حالا اون چیزی که من میدونم که ارسال شده بک جاشون نمیدونم الان که داریم صحبت میکنیم شاید رسیده باشه وقتی ادیت شده باشه ویدیو تو پخش شده باشه ولی های زاخار هستی که مسئولیت تولیدش هم به عهده پرشن رب نبوده خودشون دیر کردن برای تحویلش برای همین هنوز ارسالاشون انجام نشده ببین میگم همه این داستان برمیگره به خود آرتیست و تیمش و ارائهشون یعنی اونا اگه آهنگا زودتر داده بودن زودتر پکیجا به دست آرتیستا به دست خریدارا میرسید محصولاتشون اگه زودتر داده بودن زودتر به دست خریدارا میرسید ما فقط یک میدونید واسطه این بین این چرخه ما که آهنگا رو تولید نمی کنیم. ما که محصولات رو تولید نمی کنیم. ما فقط چرخه واسط بین آرتیست و مخاطبایم این, هدفم هدف هم پیاده شده میگم خیلی حالا شوخی نیستش که صد هزار تا دیتا از صد هزار نفر آدم روی این پلتفرم الان هست و تشکیل شده از طرفداران تمام این آرتیست که تا امروز با این پلتفرم همکاری کردن قطعا هماهنگی بهتر میشه یعنی این قضیه ما شاهد خواهیم بود که هماهنگی بین آرتیست پلتفرم و مخاطبا بیشتر میشه شما ببینید حالا این همه از آرتیستا و خودمون داریم ایراد میگیریم از مخاطبا هم باید ایراد بگیریم سر جاش. هنوز خیلی هاشون دنبال اینن که آقا چرا ایمیل نیومد چرا اینجوری شد چرا اونجوری شد خب ما اومدیم از روز اول فرنگسازی کردیم که آقا توی پلتفرم میتونید به این اثر گوش بدید خیلی هم حالا میگن اون لحظه در دسترس نبوده در صورتی که مثلا شاید 5 دقیقه واسه یک سوم آی پی در دسترس نبوده موقع پخش اگر دو سوم گوش دادن دوست چی میگم یه رفرش میکردن درست بوده براشون ممکنه آقا در حجم خیلی بالای خرید و اون لحظه که آلبوم پخش میشه یه سری مشکلات به وجود بیاد ولی در نهایت همه میدونن که یه پلتفرمی هست که آهنگا توش قابل پخشه و شما که خریداری کردی هر موقع بری تو بخش اکانتت میتونی اینا رو گوش بدی حالا دیگه بگذاریم من فکر کنم خیلی جوری پر صحبت کردم حالا انتقادا که مصاحبه شد <applause> خب. آره خب ماشاءالله انقدر کار میکنی 50 تا آلبوم مثلا زیر دست خوندی بعد منیجر بودی عزیزم. بعد مثلا فاوندر بودی بعد بپرسه دیگه همه میرن و آره. آره. من, من خودم خیلی با چیزش حال میکنم ولی حالا داستانه هم که میگی واقعا خب حقه من خودم سر اینکه نرسیده مثلا دیر برسیده بهم به یکم چون مثلا میخواستم چیز قوره کشی بکنم نشده ولی خب واقعا این اتفاقا هست و درکت میکنم قشنگ میدونم چی میگی و خب میفهم چی حالا بهش... به اون گیوه شما ما آلبوم بعدی رو اضافه میکنیم از سمت برج به که این یه هدیه ای باشه به کوکتل راستی آدمت گرم خیلی اتصالی آه. هم به و یاشو گفته بودم بچه های پرشن سیناب زحمت کشیده بود و گذاشته بود برای اتصالی که بین کامنتات دادیم دمیش خیلی گرم مرسی به خاطر این حدیت و قربونه خب آقا بریم سراغ هاشیه بازی یکم داغ کنیم دوستان. دوباره شروع شد <laughs> <laughs> این چند وقته هاشیه زیاد داشتی دیگه فکر کنم سی تا وایس گرفتی سی چهل تا وایس دادی استوری و فلان و آهنگ و حالا داستان از کجا شروع شد <applause> از یه ان شروع شد و از انتقاد سامویلسون به ان شروع شد و بعدش هم که اومدی استوری گذاشتی که گفتی مثلا سامان برو سرچ کن و اینا و از این حرفا حالا با لحنای متفاوت تر و شروع شد اول حرفی که بود خیلی هم گفتن آقا چرا اصلا تو اون NFTه سیناب اومد با سامان داستان کرد که من یادم خب. نمیاد اونجا بذار من یه فکر ریز بکنم اونجا چون قبل اون اسمی از فکر کنم خودت نبرده بود فقط راجع به ان اف تی حرف که این پول نمیشه و این حرفا که تو یه استوری گذاشتی خیلی زیاده هاشی <تصفح> میخوای خودت یه توضیح ریز بده که اصلا چی شد اینجا که تاش بگم صلح شد دیگه درسته حالا بذار سه به جلو اما ما همیشه صلحیم مگه صلح در کار باشه اصلا جنگی در کار نیست ولی رقابت ولی بگم رقابت همیشه هست تو همه کار رقابت هست ببین جریان از این قراره که NFT رو من چرا جواب دادم خب آقا من نرد کامپیوترم من از 13 سالگی دارم تو اینترنت کار میکنم اصلا عاشق اینترنت هم و کار اینترنتی و اینا بعد NFT هم اون چیزی بود که من از وقتی اومد دنبالش بودم و گفتم این دیگه اصلا میتره کنه و واقعا هم اتفاق افتاد این زمانی که اومد گفت مثلا پولچویه خب خنده دار بود واسم یعنی بیشتر از اینکه بخوام این اصلا از رو شور و هیجان این که مثلا آقا تو یه اطلاعاتی داری خب به عنوان یه انسان نه به عنوان منیجر پیشرو اومدم این حرفو بزنم نه اومدم در حمایت مثلا از آرتیست دیگه این حرفو بزنم نه اومدم نظرمو به عنوان یه کسی که اطلاعاتشو داره بدم میگم آقا این چیزی که داری میگی پولشو یه درست نیست مگه کارتل مثلا یا مثلا رپ فارسی الان یعنی جابجایی جایی دراگ و پول یه سری اتفاقا این شکلی افتاده که رپتی به رپ فارسی نداشته ولی سوء استفاده ازش کردن اصلا تو دیتیلش نمیرم ولی اینکه بگی NFT پولشویی اصلا تو کت من نمیرفه اون کسی که اطلاعاتشو داره و فقط خواستم بگم من نمیخواستم بره قضیه توی اون همه جنگ و این داستان هایی که رپی بشه و اصلا من صحبت رپی با این قضیه نداشتم میدونی چی میگم در مورد NFT جریان اینه حالا سوال دیگه در موردش داری بپرس من ببین دی اونجا حالا به صحبت که با سامان بود و شروع شده بود خیلی یهویی یه دیسی اومد از تو و علی اوج گفت که آقا این دیس نیست ولی خب تیکایی توش بود و باز توضیح مهم. بدم نه نه اتفاقا ببین من فکر می کنم که یه چیزی رو مخاطب متوجه نشده. من دقیقا قبل از اینکه اصلا بخوام وایسی رو بشنوم ریاکشنی بدم به این قضیه NFT چند ساعت قبل اینو واقعا میگم من قبل از اینکه اصلا بخوام ریاکشنی بدم آهنگ سنایپر رو استوری کردم یعنی اومدم رو اینستاگرام هم استوری هم هست حالا تاریخ هاشون اینا همه هست که یه قسمتی که سیناب NFT کی بده هیتو اتفاقا چون استوریو گذاشته بودم بعد یه رفتم میدم پست گذاشتن ویس مثلا سامانه که راجب NFT اینو گفته برای همین اصلا اومدم اون حرفو زدم و یعنی دلیلی نداشت حالا اون آهنگ هم اگر درست گوش بدن مخاطبا خیلی حرفای بیشتر از دیس سامان توشه اصلا دیس سامانی وجود نداره حالا یه تیکه شاید رپی انداخته باشن ولی هدف آهنگ یه چیزی است. من از شروع آهنگ در مورد فروش آثار و نمیدونم فرهنگ سازی و اینکه از کجا شروع شده دارم صحبت میکنم اصلا خیلی جالبه حالا اینو اینجا بگم جاشو مثلا من ریاکشن ها رو اینا رو دنبال کردم یه پستی از ریاکت خودت و بقیه بچه ها گذاشتم رو پیجم ببین هیچکی اینو حتی اشاره نکرد که آقا من اومدم اسم سه تا آلبوم و دو تا تک تا اینجا رو بردم من گفتم اینو خود هم آلبوم صادق نگفتی بابا گفتم دیگم آلبوم که دوران تلایی ولی ولی نگفتی صادق ببین واقعا چون من دوران تلایی گفتم یه سری آلبوم داره میگه دیگه آره. حالا بذار بگم نه خیلی سری آبون خیلی مشاهده. گفتم دوران طلایی پرورش داد که رپ فارسی رو ابروی نقره ای کش داد یعنی که دوران طلایی پرورش و ابرای نقره ای اولین آلبومایی بودن که برای فروش گذاشته شدن تو رپ فارسی در واقع پیش رو ساده و جیداد تک ترک ها هم که بمب دادیم بالا ریل اومد رو سایت ها که ریل هم تک تک اومد آهنگاش برای فروش و این اصلا از اونجا شروع میشه من نمیدونم هیچ بیفی با کسی بکنم و چرو دیس باشه میدونی منظورم چیه حالا چرا حتی اینا دیم هم شاید این اصلا تیکه به یه سری آدم دیگه بوده که من شنیدم گفتن ما فروش و جا انداختیم و نمیدونم یه سری حرفایی که الان نمیخوام وارد دیتیل بشم که هیچ رفتی به این بحثای بین من و سامان نداشته یعنی تو اسنایپر من دارم به یه جای دیگه میپرم ولی هیچ هم بهش دقت نکرد چون شاید شبی پخشیارم که بحث بین منو سامان شد گرفته بود و همه گرفتن اون که آقا این دیس ویلسونه حتی من دیدم نوشته بودن دیس خلصه است در صورتی که من یه جورایی خیلی رپی اومدم اوج داشت یه سیسی آه... گفت که بر یه سی... نه 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 نه. نه نه تو خودت هم یادت رفته الان چون خودت هم من تو ریاکت خودت هم دیدم که تایورس هم میگم که آه... تیم کدیتونم میده خلصه بگا که اصلا میگم من اینو اینو به خلصه دیسش نکردم این خیلی بیف رپی و اتفاقا چیز باحالیه یعنی منم اتفاقا پشتش در اومدم و یه جورایی دیده خودم و میگم که بابا مثلا خلسه همه شما رو میزنه بعد حالا رپی تر اومدم گفتم که اونم یه دو میکنه اوجی یعنی میخوام بگم که من نمیدونم دیسی بدم به این دو نفر نه بابا من اصلا تو ورس 3 دارم نفتی و مثلا این تکنولوژی جدید و یه سری چیزهایی که در مورد حتی خودم رپیتر صحبت میکنم شاید مخاطب انتظار داشتن واو یه دیسی الان میاد و سینا و اوش حتی خیلی راضی بودن به عنوان دیس ازش ولی در اصل هم علی اینو گفتم من گفتم که دیسی در کار نبوده و واقعا شاید یه ذره ما هم شیطنت کردیم جایی پخش کردیم که اسم دیس روش بذارن ولی هدف این نبوده که دیس باشه من میخواستم که هدف این باشه که همه یه حرفای ما پردازش بشه چون من خیلی حرفای بیشتر از دیس اون تو داشتم داشتم وجود به کلی آدم صحبت میکردم که ادعاهای اشتباه میکنن هیچکی نمیتونه اینو بگه که ما فروش رو جا انداختیم در صورت که میدونن کیا شروع کردن و چقدر ما تاثیر گذاشتیم تو این مسیر حالا اصلا از ما هم نخواهم بذارم خود شخص من از آهنگ بمب و نمیدونم اتحاد علیوج و آلبوم دریل پیشرو و آلبوم بال صادق و تا به امروز خیلی تو پیش فروش های رپ فارسی تاثیر گذاشتم پس من نمیتونم قبول کنم که یکی بیاد بگه ما با یه آرتیست پیش فروش رو جا انداختیم تو ایران حالا الانم نمیخوام اینجا حاشیه جدید درست کنم ولی منظور حرفم اینه که من اصلا این حرفا رو با بیلسون نبودم میدونی چی اینم بگم که بگی <applause> آره خودش فهمیده به روی خودشم بره رو برده ولی مهم <applause> آخه یه داستانی بود من خودم یادم من خودم اولین آهنگی که خریدم اتحاد بود که علی اوجی اومده بود فلو آره بعد آهنگ بوم اومد آره, آره, آره یادم آره و اون خیلی فکر کنم سه هزار هم بود اون موقع اما خب قبلش داییم. خیلی اونجوری آره. نبود که بگیم مثلا آقا جنگل آسپارت هم خب فروش میرفت اون زمان خودش پک دی شد دیگه آره. آره. و یکی دو تا آره. فکر کنم آلبوم فدایی هم حتی بود و چند تا آلبوم دیگه هم بود یا درگاه های متفرقه یا اینکه مثلا شماره حساب بزنی اون بره از این چیزا بود اما خیلی خوب میشه گفت ارگانایز شده و اینا من قشنگ یادمه بم بود و اتحاد بود و دیگه اومد و حتی یادم بعضی از آلبوم ها در مد شف واسه کار خیلی و از این حرفا و از اون موقع دیگه خیلی شک گرفت من همون اتحادم یادم خیلی من گفتم فروشه ما باید ترک بخریم بعد مثلا سه تومن بود اون موقع پول یه کرانچی بود مثلا می گفت چرا باید بخریم این ها بود ولی خب الان خیلی جا افتاده و نمیشه خب نادیده گرفت که نقش مهمی داشتین واقعا و دمتون گرم اصلا آه. منم واقعا ببین آرام تا قالب از که بریم رو بحث بعدی بگم من آخرش هم میام توی ورس 3 این هم که خیلی آهنگ مهم می بود و هدشات اون کسایی بود که کلا یاوه زیاد میگن چه از فن بگیر چه منیجرش آرتیست حرف من این بود که ترشم میگم آقا اون مخاطبایی که الان هستن توی جریان درآمدزایی آرتیستا چه از لحاظ خرید چه از لحاظ استریم که میگم نقشه تو لوده راست بسازیم لوجه بعد وصل ماست دوره کره چرخ بزنیم به سخت یعنی میگم که واقعا این نقش مخاطبه است که لوجه بعدی رو بسازن این لوجه بعدیه که توش پیش فروشات آمار میزنه استریم آمار میزنه من میخواستم اینو بگم هیچکی رو 20. دیست قبل از اینکه اون دزارم استوری NFT رو هم بذارم استوری ناهنگو گذاشته بودم ببین استوری اولیه, اولیه رو رو گذاشته بودی که من یادمه استوری اولیه که گذاشته بودی 70 میلیون فروش رفته بود و گذاشته بودی بعد که سامو مویستر گذاشت تو یه تیکه از آهنگو گذاشتی که نه قبلش بوده اشتباه میکنی من قبلش آهنگ استوری کردم بعدش اه. یعنی من دارم دروغ تو صورت تو منش... نمیدونم من اینجوری آدم شاید نمیدونم نه نه دقیقا این کار کردم دقیقا این کار کردم من زور بود زور بود آهنگ و استوریشو گذاشتم ولی خب دو ساعت بعد بود آره یه تیکه های انداختم داره. ولی باور کن آهنگ از قبل بود یعنی اصلا هیچ دخالتی تو این که معلوم مثلا با ویلسون کردم شده بشینم بنویسم و نه با من اصلا با الان هم اینجا بگم واقعا من چه بیف با ویلسون دارم نه سبکم بهش میخوره نه دهم ده بهش میخوره نه جنریشن رپ کردن هم بهش میخوره من منیجریم چرا می تو دقیقا تو همین بیفا هم دیدین که با ویلسون یه سری کل کلامون شد توی قالب منیجر ولی من بیف, با این آدم ندارم میدونه چی میگم من اصلا یه جای دیگه هم تو خوندن و این داستان ها حالا بگذاریم برو خودت خیلی بالاتر می‌بینی یعنی نه 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 نفهمیدی میگم به من آخه ربطی به هم نداره الان مثلا ویلسون و سیناب بیان رو رو هم وایسن مثلا فاز اون روز فاز بیگی برداشته بود رو من گفت به برنامه غذایی میدم فلان مثلا میگم که مثلا نه من واقعا بی با ویلسون ندارم حتی بهشم حالا این فکر کنم تو 100 درصد امروز میپرسی ولی اون موقعی که صحبتم کردیم بهش گفتم من به عنوان یه نسل یکی رسپکت دارم واسه تو هر چقدر هم هر حرفی باشه آن رسپکت دارم من به نسل گذشته خودم رسپکت دارم و اگرم حتی توهینی شک گرفت به خاطر این بود که توهین شنیدم میدونی اینکه مثلا مسخره کرد من یا مثلا یه سری چیزا که اونها مثلا گذشته من حتی تو زهنم هم, نمونده که بخوام بهت بگم الان واو مثلا چرا این کارو کرد خب یه تیکه نمک کار و فانبازی بازی کارو به هر حال دیگه نمیشه آدم رقیب و اینا رو مثلا خیلی بیاد مثلا میگه قربونت برم مثلا میدونی خب به هر حال چیزا میاد دیگه ولی خب آخه سو استفاده بس... از چاقی و اینا بابا یکی نیست خودش بگه که خودش به این ماسپاری کرد من انداخت جلو سوژه کرد من که ندارم این برنامه رو میبینه من انداخت جلو سوژه کرد که چاقی خودش رو تو برنامه تو و برنامه مهرات مثلا از جلو چشا دور کنه داداش ما دیتویه سبک چاقیم حالا شوخی میکنم بگذاریم آقا من می‌خواستم اینو بگم یعنی یه سری داستانا اونجا اتفاق افتاد و من حالا بحث یعنی تو وایسای که خود سامان داشت میاد بحث این بود که هواداره پیش رو اذیتش کردن و یه سری های قدیمی اومد و این حرفا ولی تاش سول شد حالا مهم اینه است که تاش سول شد و اونطور که من تی استوری های سامان دیدم چون خودم تو کلاب هاوس نبودم به نظر اومد که یک باهم. رومی بوده و سامان و حالا رفیقاش بودن و تو رفتی و سامان خیلی حال کرده بود با این حرکت تماس که اونجا خیلی هم گفتین و بر حال کودرت ها رو گشین کنار اینجوری چی بوده داستان من اون این داستان از قرار بود که من تو ویس هم, هم, گفتم سامان داشت یه جورایی از بیف یعنی بیف ویسی و حالا تو تلگرام با من هی hey, پای پیشرو رو, رو میکشون وسط و این کارش اصلا درست نبود چون حالا خودش هم اینو شاید متوجه شد ولی کل جریان اون روم از این قرار بود که تلفن رو من زنگ خورد و من تلفن رو برداشتم فهمیدم که توی اون رومه چون همزمان داشت برام پیغام میومد که آقا تو روم داره راجع به شما صحبت میشه تو این رومی که سامان هست منم تلفن رو برداشتم تا متوجه شدم این جریانه قطع کردم و دوباره حالا زن... چون میخواستم ببینم چیه جریان مثلا نمیدونم که اون گروه کی هست اصلا توش داره چه اتفاق میفته زنگ زدم و گفتم که اگر هم صحبت قرار بکنیم من خودم میام رو گروه یعنی من میدونستم اون گروه کی توشه کی هست کی نیست فهمم واسه که من قایم نمیشم میام حرف بزنیم ببینیم جریان چیه که رفتیم اونجا و بقیه سعی کردم میانجگری کنن این داستان حل کنن حتی حالا خودش سامانم هم این اشاره که واقعا مثلا جو اینجوری بود که منو خراب کنم ولی خب من عبای نشم یا اگه چیزی داشته باشم من خراب شدن خب این اتفاق باید میافتاد ولی رفتم اونجا حرف زدیم و همه چی هم اوکی بود در نهایت صحبت این شد که آقا این یه بیف رپیه و خارج از اون وقتی توی رومیم که مثلا سامان هست و سینا هست ما که جنگ نداریم با هم فوش و کاری نه ما خیلی با هم متمدنانه صحبت میکنیم و در نهایت این که فکر میکنم حالا اون روز باعث این شد که یه سری کدورت ها به این بره چون منم واقعا نه قصد داشتم نه هیچ فاز مثلا کل کلی به اون صورت و بیشتر حرف این بود که فقط حرفمو بزنم که حالا به همه این داستانا هم منجر شده حتی خیلی ها به من مسج دادن گفتن تو شروع کردی این داستانا رو میدونی خیلی جب جبه جبهه داره این قضیه یه جبهه هم میگن دمتون گرم دمت گرم سیناپ تو باعث شد این اتفاق نیفته مثلا فلان خیلی از خیلی حال میکنن یه جبهه هم نه خیلی بدشون میاد یعنی که تو باعث شدی این دعوا شک بگیره تو ف... تو چرا این کارو کردی من واقعا از لایو شروع شد دیگه اون که حالا قدیمی تره دیگه آخه اون دیگه داستانش تموم داستان شد سارت خورد دیگه من ویساشم سامان چند بار اشاره کرد دیگه که اون اتفاق افتاده ببین من نه تنها سامان هر کس دیگه ای باشه برگردم عقبتر و بگه اون حرف رو به NFT من دوباره همون حرف رو میزنم چون میگم من نیومدم تو زمین رپی یا در حمایت از آرتیست دیگه یا به عنوان منیجر پیش این حرف بزنم ولی خب می بوده دیگه یعنی مردم در نهایت از چشم کسی می دیدن که خب منژر پیش رو با این اکیب داره کار میکنه و در نهایت به این اسم تموم شد که من اومدم یه تیکهی بندازم و یه بازی شروع کنم نه من اومدم یه حرفی بزنم بگم که درستی ساله که حالا ما اومدیم مثلا نفتی چون اینو نمیتونم بگم که ما اولین نفر میخواستیم این کارو بکنیم و این حرف رو گفتن نداره ولی خیلی وقت پیش ما NFT رو سلکت کردیم برای اینکه کاراشو شروع بکنیم دیدیم حالا تو ما آماده کردیم پروژه و اینا رو من دیدم یکی اومده میگه پولشویه آخه کدوم پولشویی اصلا میدید چی میگم مسخر هنوز هم هنوز هم مثلا حالا تو اون گروه هم اصلا پرسیدن از من که چی شد مثلا داداش تو مشکل داری؟ گفتم بابا مشکلی نیستش اصلا اون اول ما بحثمون سر این شروع شد که NFT چیه که سامانم گفت با بی خیال NFT چیه اصلا دنیا دو روزه بگذریم از این حرفا میخوام بهت بگم که همه چی از اون بود واسه من هم شده از حقیقت آره ایوه. فقط ببین این وسط حالا اونایی که اگه فهم کنن تقصیر تو بحث NFT یه جایی تموم شد و سامان با یه ویس اومد من یادمه در رابطه با طرفدارای پیشرو حرف زد که خود پیشرو اومد اونجا داستان شکل گرفت که یه وایس پیش رو یه وایس سامان میذاش و دو سه روز فکر میکنم حدود فکر کنم 10 12 تا وایس ازشون را. بعد و بعدش اونجا دیگه اصلا داستان دیس هم از اونجا اومد که بعد دوباره خودت یه چیزی گفتی باز اذیتت کرد سامان یکم صدا در و اینا نه بابا جریان وایس های رضا و سامان تموم شد دوباره ما ان اف اون فروش رفت اومد گفت نمیدونم چرا فروختیم چرا اینقدر چون اونو سه تا دلیل کرد سه تا دلیل گفت که چرا آره اونم یادمه اونم باز بس آره اصلا اینا رو این <تصفيق> <تصفيق> آره ولی خب زیاد حالا صحبت راجوش ارزش ارزش یک قسمتی از تاریخ رو نمیشه با یک آرت فور که اثر جدیدی مقایسه کرد که طراحی خیلی خفنی داره و من با یه بخشی از حرفاش موافق بودم اینکه عدم مدیریت من روی این این وایتیشن شاید باعث شد که کمتر به فروش بره من انتظار نداشتم که اندازه مثلا چه میدونم هر چند تا اترون بخواد فروش بره بیشتر انتظار داشتم حالا چرا میگم عدم مدیریت من چون که من که کارگزار NFT نبودم که من شغلم یه چیزی از کارم یه است نه با کالکتورهای NFT خیلی در تماس بودم ما هم یه تست و آزمون خطایی رو برای شروع انجام دادیم که خیلی جرأت انجام دادنشام نداشتم میفهمید چی میگم بس اصلا دلیلی نبوده که من بخوام میام به اون دلایل پاسخ بدم ولی میگم با اون بخشش موافقم بودم من اگه تجربه هم بیشتر بود 100 درصد میتونستیم شاید بازخورد خیلی بهتری بگیریم ولی فکر نمی کنم اصلا کم باشه یا مثلا بد باشه که یه دونه کاور آرت ورک به این قیمت به اتر به فروش رسیده 100 درصد ببین حالا داستانای سامان اینا چیز شده به صلح رسیدین اون داستان فیته که قدیم بود نمیاد وسط دوباره اون کنسل همچنان امکانش نیست میگم این قضیه رو من ها, ها تو رومم صحبت کردم همش فکر می‌کنم اون رومه صحبتش همه جا شنیده شده <applause> ولی چون اونجا خیلی حرفا رو زدم میدونی چی میگم <applause> یعنی بحث حتی این شدش که کی کی به این فیت صحبت شد چه یه گروهی شکل گرفته بود به این فیتایی که بین بچه ها باشه صحبت شد توش ولی خب ببین وقتی طرفدارا نخواستن حجم خیلی زیادی از طرفدارای پیشرو حالا من مطمئنم اینو حرف تو اون گروه هم زدم خیلی از طرفدارای خود زدبازی و ویلسون دقیقا متقابل جلوگیری کردن شاید انقدر برای ما کامنت و دایرکت و حجمی از انتقاد منفی اومد که شما چرا میخواید این همکاری رو بکنید که واقعا میدونی بیشتر حالا شاید این یکی از دلایلش هم بوده من نمیتونم جای پیش رو نظر بدم ولی جلوی این جریان رو گرفت که بخواد این همکاری پیش بیاد شاید یه روزی جاش باشه اونم من نمیدونم ما هم نمیتونیم عاملش باشیم قطعا این اتفاقیه که باید جرقش بین خود آرتیسا و در زمان مشخص خودش بیفته به من یه پرانتز اینجا کنم من وقتی به دید مخاطب نگاه میکنم به فیت پیشرو و سامان مخالفشم چون اصلا نمیشه اینا رو بغل هم دید یعنی عادت کردیم از قدیم استقلال پرسپولیس بودن که مقابل من حالا دیس نوین فلان و اینا اونا به کنار ولی بخوام به دید حرفه ای نگاه کنیم 100 درصد فیتشون رو میخوایم چون خیلی واسه رب خوبه ولی به دید مخاطب واقعا سخته مثلا بخواد حالا مهراد یکم متفاوت تر بود تا مثلا سهراب یا سامان با پیش رو ولی سخت دیدنش میدونی چی میگم مثلا میونه که مثلا تو یه روز بری نصف بازیکن استقلال با نصف بازیکن پرسپولیس توی تیم دارن بازی میکنن میدونی و اون اصلا نوستالژی قدیمی رو میریزه به هم خب آقا این صلحه که شد و 72 دو ساعت قرار بود دیس بیاد دل فکر کنم رپ فارسی دلش صابون زده بود که یه دیسی بیاد پیش رو هم جواب بده و داستان بشه حالا یه سوال اگه چیز یعنی صلح نمیشد و دیسه میومد یعنی 72 و ساعت میاد پیش رو برنامه جواب دادن داشتیم بیفه چیز میشد یا نه نه آقا نه معلوم نمیکرد شاید اصلا دیس میدادن پیش رو جواب نمیداد من نمیدونم شاید دیس میداد پیش رو دیس بک میداد من که جای پیشرو نیستم که ولی این که میگو بشینید همتون بنویسید و اینا خیلی خنده دار بود <applause> چون که اصلا با من اصلا بیدید واقعا اون ساعت پنج و اینا بودی این خاطره جالبه تعریف کنم یهو دیدم گوشیم زنگ خورد و گفتم کیه صاحب و برشم رفیقم زنگ زنگ میگفت داداش ویدیو ها داره میذاره تو چنلش <applause> رفتم دیدم <applause> همه ویدیو ها آرشیدی جوری شو، شو. خلاصت هم اینجوری گذاشته رو چنلش رو خلاصه من فکر میکنم که سامان هم خیلی تو مود خنده هست من هم هستم برای همین بگذاریم از این حرف ها آقا من نمیخوام قضیه صلحو به هم بزنم اما یه سری حرف ها بود که خب زده شده بود و این داستان ها میخوایم اونا رو ببینیم داستان از اینجا بود که بین دعوایی که داشتن یا حالا وایسایی که داشتن با هم میدادن ویلسون و رضا رضا رو اعلام کرد که آقا من پول گرفتم و کارو خوندم کار راکاچاکو تو آلبوم فرکانس و مخاطبا خب خیلی‌ها برداشت کردن که شاید مهراد پول داده و کلا فیت پولی بوده اما ویلسون اومد گفت که نه آقا همچی چیزی نبوده و حتی مهراد چند برابر بیشتر از رضا گرفته خود رضا هم بعدا اگه شما نکنم یک متنی نوشته گفت نه آقا اینجوری نبوده که من میخوام از کسی پول بگیرم روال کار که طی آلبوم بوده طی شده و بعد از اونم جعفری و امید هنرور اگه اشتباه نکنم که کارهای آلبوم فرکانسی کرده بودن اومدن استوری گذاشتن که ما کارا رو انجام دادیم ما پولا رو داده بودیم هزینه ها رو انجام دادیم کارشو و مهراد اون رو استوری کرد و حالا سوالی که این وسط هست خیلی ها میپرسن و این داستانا اینه که آقا واقعا مهراد چند برابر بیشتر از پیش رو گرفته و اصلا چی بوده داستان این جری از این قراره که اولا اینکه به نظر من این احتیاج به توضیح نداشته اصلا یعنی حاشیه اشتباهی بوده چون که خب آقا اصلا آلبوم برای کمپانی بوده و مشخص هزینه های همه همکاری رو کمپانی داده این که اصلا حاشیه نباید در موردش به وجود می اومده ولی در مورد این بخش درآمدزایی داستان اینو بگم حالا امید هنربر از دوستای خوب منه و ما یه صحبتی هم با هم داشتیم نه اصلا اینطوری نبوده یعنی حتی من آماری که گرفتم پیشرو از بالاترین دستمزدای آلبوم بوده یعنی تو سه نفر اولی بوده که بالاترین دستمزد رو داشتم واسه حضور تو آلبوم و حالا من خیلی حرف شنیدم راجع این داستان حالا اصلا کاری الان صرفا به اون کلکل ندارم ولی ببین واقعا به نظر من پیشرو با کردیتش درآمدزایی های بسیاری توی رپ فارسی کرد که خیلی یا هنوز واقعا فکر نمی کنن به اون حد درآمدزایی از سیستم رسیده باشن از فعالیت های داخل رپ فارسی حالا کاری به کارهای جانبی و یه سری حرکت ها ندارم ولی فکر نمی کنم هیچ وقت این کم بوده باشه که مثلا الان بخواد صحبتش بشه میدونی چی میگم یعنی الان در حال حاضر رو دارم میگم و شاید قبل خیلی کم بوده ولی طی این چند سال انقدر این داستان پیشرفت کرد ما اون همه های ریل رو شروع کردیم پروداکشنش رو فروش آلبوم ها رو شروع کردیم آلبوم های دیگه ای رو بستیم بالاخره همکاریهایی که انجام میدادیم یعنی انقدر ما فعالیتمون از لحاظ درآمدزایی بالا بوده که من فکر نمی کنم حتی این هزینه ای که تو آلبوم فرکانس هم پیش رو دریافت کرد خیلی هزینه واوی مثلا بوده باشه یا خیلی هزینه زیادی بوده باشه چون بالاخره همه میدونیم که پیشرو رو, پیش رو واسه خودش توی این صنعت و درآمدش هم مشخصا مرموز اسمشه از خیلی حالا این حرفا به نظر من مسخره بودش که حالا مثلا تو دو هزار دلار سه هزار دلار 5000 هزار دلار اینجوری داشت و این چیزا مثلا کل کل میشد و نه اصلا هم این شکلی نبوده من حتی صحبت هم کردم میگم با امید قطعا نمیتونسته این شکلی باشه که مثلا پیشرو بخواد مثلا خیلی کمتر بگیره از کسی نه, اصلا این شکلی نبوده اون دارم که این مسئله هم کلا حل شده باشه دیگه تو ذهن همه آقا حالا از این داستان ها بگذاریم جنجالی نشه و صلح دوباره داستان نشه یه داستانی که خیلی هست و خیلی هم حرف زدن هم پیشرو هم یاس هم تکناین هم ندا سرمست عزیز که آقا این فیت چی شد همه هم هنوز دارن میپرسن که آقا فیت تکناین پیشرو و یاس به کجا رسید چی شد و حدودا کی میاد چون قرار بود کنم اول تا عید بیاد آخرین اخبارش رو همیشه میتونید از پیج ندا دنبال بکنید حالا من نمیتونم راجع این قضیه اصلا صحبتی بکنم چون اصلا منیجش دست من نیست ولی ام. کاری که بعد از سمت ما انجام میشده انجام شده و ریکوردای پیش تموم شده ما با کالا رو تحویل دادیم کی میاد برنامه‌اش چیه با ندادیه آره اینم یه فیتای بود که اولش فکر کنم اول اولش خبر بود قبل اید بیاد بعد دیگه حالا خیلی صحبته صحبت شد ولی اینکه کار از سمت شما آماده است خوش خبر خوبیه که به نظر میتونه بیاد که کار نزدیکه حالا تا چه زمانی مشخص است ولی آقا سری بدینش دیگه <gosto> آقا سریع بیاد من که میکسش دارم میکسش تو سیستم نیست اوکی و خب در آخر آقا حالا اولش هم صحبت کردیم و خیلی هم میگن و سامان ویلسون هم بهت گفت اینکه آقا آخر تو رب کنی منیجری فاندر سایتی, سایتی ببین <تصفح> <تصفح> خب جریان از این قراره که من از بچگی همه این کار رو با هم شروع کردم آرام حالا هم برای مخاطبه شاید جالب باشه ولی من زمانی که مثلا سنم کم بود هم خوانندگی رو کلاس ها حالا یعنی آموزشش رو دیدم هم نوازندگی و آموزش آهنگسازی و خوانندگی رو دیدم هم کارم اینترنت و منیجمنت و بیزینس و این کارا بوده یعنی جلوتر که اومده اینا همه با هم ادغام شده و شده ترکیب سیناپ حالا اینکه در این بره زمانی من هم رپ میکنم هم منیجرم هم آهنگسازم هم فاوندر سایتم اینا همه اینا دست من نبوده همه فعالیت هایی که من تواناییاشو گسترش دادم تو خودم که بتونم انجام بدم شاید اگه مثلا میگم آره شاید یه سری انتقاد به من وارد باشه که آقا تو اگه همه هدف تو فوکوس میکردی رو رپت الان خیلی جات فرم میکرد یا اگه همه هدف تو فوکوس میکردی رو منیجرت خیلی شاید همه چیز جلوتر بود ولی من فکر میکنم که همه چی به اندازه خودش بوده یعنی من تمام تلاشمو کردم و گذاشتم آرت منم یه چیزیه که عشق منه یعنی اصلا جدای از هر بیزینس و درآمدزایی که من میخوام از اسم شخص سیناپ داشته باشم موزیک کار کردن برای سیناب یه عشقه یعنی اصلا این چیزی که من حاضرم حتی کارامو به خاطرش بذارم کنار میدونید چی میگم هیچ وقت نمیتونم با این چیزی که منو روحم و ارضا میکنه و آرومم میکنه هیچ چیزی رو مقابل قیاس قرار بدم پس جواب این سوالم مشخصه کسی نمیتونه میگه چرا تو هم منیجری هم رفلیشون. واقعا ب... این دوتا هیچ ربطی به هم نداشته و با هم هم گرو شده یعنی با هم پیشرفت کرده همین تازه این چیزایی که میدونن تا که که میدونم یکی دوتا کار دیگه هم میکنی پشت صحنه بعد این همه کار میکنی الان دیگه ببینید دیگه ساعت الان داره میشه پنج صبح ترکیه و انقدر شلوغه الان داریم مصاحبه رو میگیریم ولی واقعا این همه این چیزا رو هم سردرگمت نمیکنه گیج اذیتت نمیکنه دوست نداری بگی آقا اینو بس دیگه تمرکزت مثلا رو رب باشه تو سن نشم میدونی چی میگم احساس میکنم مثلا چند سال دیگه اصلا حوصله ندارم این همه کار رو با هم بکنم رو غلطک انداختم خیلی از این چیزا رو و دیگه تو مسیرشه حالا مثلا در مورد منیجمنت پیش رو ما خیلی سال با هم داریم کار میکنیم 6 سال الان داریم ما هم دیگه کار میکنیم بچه های دیگه هم بودن کلی زحمت کشیدم من فقط نبودم حالا خیلی الان حاطه مثلا همکاریمون ولی در ادامه هم همینطور خواهد بود من به عنوان کسی که هم رفیق رضا رو هم توی تیم منیجمنتش بوده خیلی کار رو باش جلو بردم ولی مثلا ممکنه در آینده جلوتر این تیم منیجمنت پنج تا منیجر داشته باشه من درسته که به عنوان کسی که خیلی از قدیم با پیشرو بودم میتونم هد وایس هم مثلا رو کاراشون نظارت کنم و اینا ولی خب قطعا این گسترشه به اونجا خواهد رسید که این کار رو دارن ده نفر جلو میبرن ما نظارت میکنیم روشون چون کارهای خود منم به مرور احتیاج به من داره و من لذت میبرم از اینکه تو این سن این همه کار رو با هم دارم پیش میبرم راجعه بقیه کارام همینطور آره به مرور اینا میفته تو سرازیری و من دیگر نیست همش 24 ساعت پای کار باشم خودش داره کاراشو انجام میشه خیلی اینجا من یه چیزی اضافه کنم حالا چون معمولا همیشه دیدیم مخاطب یا کسایی که کم بار صرفی زنن خیلی حرفا میاد که نه آرتیست ها اینجورن آرتیست ها اونجورن اینا بدن دنبال پولم فلان اینا واقعا ما آرتیست داریم که کلی زحمت کشیدن کلی کار یاد گرفتن و میان با مثلا کلاس های خشایار یا خیلی کاری که میکنن با کمترین قیمت بیشترین چیز یاد میدن خیلی کارا میکنن حتی از جیب خودشون میزنن سعی میکنن درآمدزاییشون رو بیارن تو مارکت و واقعا اینا هیچ وقت دیده نشده و ایش کی بهش اشاره نمیکنه چرا چون به اینش هم اشاره کردن نون توش نیست حالا کافیه یکی بیاد به اون یکی بگه شربات سوراخه همه میذارن میگه چی میگن ولی خب واقعا اینا. خیلی من از وقتی که حالا این کار شروع کردم با رو شدم اصلا دنیا عوض شد که چقدر دارن زحمت میکشن و چقدر دارن کار میکنن و تش مخاطب یه چیز بگه دولت یه کار کنه اینا و واقعا خیلی اینکه توش میمونن و کار میکنن واقعا خیلی ریسپکت داره و خیلی کار بزرگی همه طرف دارن میخورن یعنی ضربه میخورن پول که توش اونجوری نیست باز موندن دارن هنرشون رو به خاطر عشق هوادارشون میدن و کمک میکنن به این مسیر و دم همهشون گرم دم همه گرم گر و امیدواریم که واقعا این مسئله درست شه دیگه چی بگم از بغض میکنم خیالم نه اون روز اتفاقا تو یه گروهی بودیم که برای جریان های همین حمایت از اسپاریفای و اینکه همه آرتیست ها بخوان یه حرکت موونتی رو جلو ببرن یه کلابی یه رومی توی کلاب هاوس بود که خصوصی هم بود و اونجا اتفاقا خشایار داشت همین رو میگفتش که باید میدونی روزنه نوره زیادتر از اون تاریکی است یعنی الان دیگه پدیدار اون اتفاقی که داره میفته فقط واقعا همه باید تمرکز کنیم چرخه رو عوض کنیم دیگه حالا چ... الان واقعا این اتفاق افتاده یعنی به حال با خودت بازی عوض, شده. واقعا بازی عوض شده واقعا بازی عوض شده و اصلا خیلی ها واقعا اگه دقت کرده باشی بعد از همون استوری من که گفتم بازی عوض شده واقعا بازی رو عوض کردن نه به خاطر حرف منو خود به خود این اتفاق واسه همشون افتاد خیلی ها از تبلیغ سایت شرط بندی دست برداشتن خیلی ها اومدن اصلا کارهای دیگه شروع کردن انجام بدن و واقعا میدونید به خودسازی و مستقل بودن این داستان داره میرسه من خوشحالم و امیدوارم من مثل تو که هر روز بهتر بشه این داستان خب سینا یه پیشنهاد دارم وسط و به نظرم اگه عملی بشه باحاله خب با توجه به اینکه خود پرشن یه پلتفرمه و اینکه روی یوتیوب فعالیت دارید و مانیتایزشم هم میدونم اوکی شده حالا این اول اشاره کنم خودم نمیتونم این کارو انجام بدم نسبت به هر به هم داستانی که پشتش هست چون شما به حال همین الان دارین اون پلتفرم دیگه و افرادش هستن ولی خب من با توجه به اینکه بعد اخبارا رو پوشش بدم و حالا مصاحبه و اینا یکم متفاوت تر داستان نمیتونم این کار انجام بدم ولی دوستشم اگه حال کنه کار انجام بدیم اونم اینه که به نوعی کمک کردن به درامزایی های خیلی جدیدتر و جوانتر که کارشون خوبه با توجه به اینکه الان بخوام برن اکانت اسپاتیفای درست کنن درآمد داشته باشه نداشته باشه بتونن بیان روی کاراشون روی یوتیوب شما پخش کنن و درصد درآمد داشته باشن به جای اینکه بخوام برم پول بدم به فلان, چ... فلان چنل تلگرام و کارشون رو پخش کنن بیان اینجا مستقیم کارشون اگه قابل قبول بود اونجا بذارن و درآمد داشته باشن نظرت چیه ببین ما کلا سعی کردیم آرام به خیلی از سالن تجارت کمک بکنیم حالا در نوعهای مختلف میدونیم مثل هم آلبوم خاکستر روشن یا این برنامه جدیدی که پرژن تلنت رو ما ران کردیم که اصلا از کامنت های خود مردم واقعا اومدیم آرتیست های جدید رو سلکت کردیم که تو برنامه حضور داشته باشن و میخوام بهت بگم که هر جوری بتونم هم من شخصا کمک میکنم تو این راه مثل خیلی از بچه آرتستایی که داریم میبینیم این کارو میکنن اوکیه چرا که نه فکر میکنم که قابل انجام باشه نه تنها روی یوتیوب چند پرژن رپ بلکه برای اینکه روی سایت بتونن کارشونو به فروش بذارن و از پروموت ما هم بهره من بشن میتونن کارشونو بفرستن حتما توی هر جا هر جایی که میخوان اقدام بکنن هم توی اینستاگرام میتونن هم توی تلگرام میتونن پیغام بدن اون پشتیبانای ما کارشونو بررسی میکنن در صورتی که کارشون مورد سعید باشه بهشون اطلاع داده میشه که این کار رو انجام بشه هیچ هدفی هم واسه اینکه پولی این کارو بکنیم نداریم واقعا و فقط کیفیت مهمه چون به نظر من دیگه این دهه که مثلا برای پخش کار پول بگیریم ما تموم شده توی رفع فارسی و امروز یه در جدیدی باز شده حالا که مثلا یه سری پیجا هزینه تبلیغات میگیرن بحثش فرق میکنه اون برای پوشش دادن خبری مثل بیلبورد تبلیغاتی میمونه اون جریانش فرم کنه ولی برای اینجور حمایت ها و درآمدزایی مخصوصا آرتیست های جدید همینطور آرتیست های قدیمی یعنی بعد از اینکه حالا ما با خیلی آرتیست های نسل یکی کارو شروع کردیم آرتیست های نسل بعدی هم اومدن از ما خواستم واسه پروفایل ساختیم کارشون رو الان برای فروش گذاشتن هم تکاهنگ هم آلبوم برای آرتیست خیلی خیلی جدیدتر هم همون شکلیه یعنی ما فقط برامو مهمه که یک آرتیستی اون ظاهر آرتیستی کش، اون کار خوبش اون میدونی همه اون تعادله رو داشته باشه برای اینکه بتونه از سمت ما پوش بشه چرا که نه خودتان هم اگه آرتیستی داری معرفی کنه از من خوشحال میشیم که صد در صد من خودم ای خیلی خوشحال شدم دمت گرم و من خودم حالا تو یه حدی دید بچا دیدن دیگه دارم انجام میدم ولی خب نمیشه بیشتر از یه حدی واقعا آره دیدم خوب... خوب... کار بچه ها رو داری لیبل میکنی کارت هم با بحالی. حرکت باحالیه. میفهمم حرف تو آره موافقم منم کار بالی ها انجام شده ایوه پس بریم و امیدواریم که پس همین الان اگه اه، کاراتونو یعنی کاراتون خوب آرتیس هستید میتونید اقدام کنید بفرستید آره دیگه از الان میتونن دیگه آره بفرستم پشتیبانی کنن حل برو بریم آقا راجبه خیلی آلبوم اینا اینه که قرار بیاد و اینا حرف زدیم اما میخوام اینجا یکم ای اذیتت کنم برنامه چیزی هست که تو آینده باشه نگفته باشی اینجا لو بدی اول اینکه کلیپ های پرواز میاد کلیپ های رضا رو قرار دارید که بیاد خیلی داریم روش کار میکنیم الان فوکسمون هست خیلی قرنطینه و اینا داره تاثیر میذاره رو کارمون ولی خب تمام زورمون رو داریم میزنیم که کلیپ ها هم بسته بشه منتشر بشه یوتیوب حتما دنبال بکنید برای اینکه منتظر کلیپ باشید دیگه بخوام برنامه جایی بگم که پیش رو خودش خبر از استارت آلبوم ریل دو داد ولی مونتا خیلی فنا میپرسن که چی شد و اینا نه خبری نیستش یعنی قرار نیستش که ریل دو تایم مشخصی برای پخشش داشته باشه فقط به خاطر اینکه پروژه پرواز تموم شد پیش رو داره میگه که این آلبوم داره استارت میشه برای همین اینو دارم میگم که نه خیلی الان بپرسین و پیگیر این جریان بشید قطعا به فکر یه سری همکاری های خیلی جدیدی تو اون آلبوم هستیم یه سری برنامه های خیلی خوب که به مرور زمان گفته میشه به همه مخاطبا ولی نه برنامه دیگه این همه آلبوم ها رو گفتم الان فکوسیم رو همون آلبوم ها تکاهنگی که قرار پخش بشه و ویدیو ها خیلی هم عالی ویدیو های پرواز چند تا هست میتونی بگی؟ نه من هیچ دیتیل نمیتونم از تداشت بدم چون ممکنه کم زیاد بشه اوکی. ولی به زودی اخبارش میاد اوکی خیلی هم عالی منتظریم آقا حس کنم همه حرفا رو زدیم از اخبار و حواشی همه رو تمام و کمال دمت گرم است که اومدیم است که افتخار دادیم امیدوارم پروژه‌ای که تو آینده داری اونجوری که باید بیاد و بهتر کنه دمت کلی گرم خدا دم خودت هم گرم خوشحالم که دعوتم کردی و امیدوارم که بهتر کنی تو هم بسن چاکر خب این بود از قسمت بیستون برنامه بی پرده و مصاحبه با سیناب عزیز ازش تشکر میکنیم به خاطر حضورش همچنین از شما به خاطر اینکه تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید سوالی انتقادی پیشنهاد دارید حتما توی کامنت ها بنویسید و همچنین بنویسید دوست دارید چه شخصی مهمونه بعدی ما باشه که سعی کنیم افتخار حضورش رو کسب کنید دمتون گرم صحبت دیگه باقی نمیمونه جز اینکه امیدوارم حالتون خوب عالی بم باشه تا ویدیو بعدی سیوسون